ترکیب متی شجری و چاقو دست زرده با آیفون 15 پرو مکس یعنی آنباکس خفن داریم. سلام به موبکس دوست داشتنی، من مهدی شجری هم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو داغ داغ. آیفون 15 پرو مکس رنگ نشرال تیتانیومش اینجاست، بریم واسه آنباکسش. اول یه نگاهی به دور و ور باکس بندازید، همونطور که میبینید از این بیزبیلک ها داره، یه سری توضیحات و موضوعات و اینا. یه دونه خود رخ آیفون هم این روه چاقو دست زرده به کار نمیاد، چون از اینا داریم. بکنیم که ببینیم چی به چی و کی به کیه. بذار بیارم بالا قشنگ اینجا رو داشته باش. این از این، حالا این یکی، برو بریم 3 2 5 ایزه. اینم از این، بریم واسه آنباکس. چقدر کره، نگاه کن. تمام، تو در باکس چیزی نیست، فقط جای دوربینا هستش که میتونیم ببینیم. میره کنار رنگش خیلی خفنه. من میخوام این رنگو بگیرم، ولی سدی میگه مشکی رو بگیر. ولی این رنگ اصلا رنگ اعجاب انگیزیه. رخ کارو بگیر. به به به، چقدر جنسش خفنه، چقدر این روند شدن گوشی خفنه، چقدر دوربینا باحال بزرگ شده. وای. تمام مشکل من با آیفون توی این آیفون حل شده. این روندی بغلش اعجاب انگیز خوبه. واقعا طراحی چقدر سبکه. بذار اینو بکنم، وقتتون رو نگیریم. برو بریم واسه کندنش. برو بریم 3 2. آخیش. آقا این گوشی واقعا خوش دست شده. آیفون 14 پرو مکس اینجاست، این لبه های تیزش در مقابل این واقعا یه چیز تو مخیه. فعلا بذاریمش کنار. تو باکسش یه دونه کابل کنفی تور است، کابل از این کابلای اتویی، دو سرش هم تایپ سی دیگه، خدا رو شکر دیگه الان با یه کابل میتونید همه چی رو شارژ بکنید. یه کابل اتویی باحال با کیفیت، سرش احتمال داره که کنده بشه، ولی خب امیدواریم که نشه. دیگه تو باکس یه سری سوزن سیم کارت و دفترچه های راهنما و یه دونه استیکر لوگو اپل. تو باکس تمام دیگه، تو باکس ما چیزی نداریم. شما دو تا آیفون از دو تا نسل مختلف با دو تا رنگ مختلف رو دارید اینجا میبینید. باید بهتون بگم که باید تجربهش، اونایی که میگفتن از نظر طراحی هیچ فرقی نکرده 100% اشتباه میکردن، چون این گوشی این روند شدنش انقدر حس بالی داره حرف نداره. واقعا خیلی خوش دست شده، سبک بودنش اونقدی خودش رو نشون نمیده. واقعا که میگفتن تیتانیوم سبکتره، اونقدی خودشو نشون نمیده واقعا به نسبت نسل قبلی. اول یه نگاهی به دورور گوشی بندازیم. زیر گوشی درگاه تایپ سی میبینیم با یه اسپیکر و یه میکروفون و دوتا جای پیچ گوشتی. لبه سمت راست گوشی دکمه پاور رو میبینیم که تنها اینجا وایستاده واسه خودش. این رنگی که اینجاست، یه نکته رو بهتون بگم، این رنگی که اینجاست توی توییتر، توی شبکه‌های اجتماعی مختلف گفته بودن که این رنگ کثیف میشه و یه سری عکس مکس ها ازش اومده بود بیرون، باید توی بررسی یه ذره باش کار بکنیم ببینیم واقعا کثیف میشه یا نه. بالای گوشی رو بهتون نشون بدم که هیچ چیز خاصی نیست. کویر لبه سمت چپ گوشی خشاب سیم کارت، ولومای دکمه‌های ولومو داریم و دکمه اکشن باتن که دیگه اون اسلایدیه رو نداریم. شما بغل گوشی رو با بغل نسخه قبلی بخواید مقایسه بکنید، یه همچین چیزی رو دارید که اون دکمه اسلایدی دیگه حذف شده. بریم واسه روشن کردن. طراحیش، من بزرگترین ایرادی که با آیفون ها میگرفتم این بود که طراحی تیزش مغز آدم رو سرویس میکنه، ولی این طراحی یه ذره روند شده، جذابه. پشت گوشی هم بهتون نشون بدم، سه تا لنز. از نظر بزرگ شدن لنزها به نسبت آیفون قبلی یه مقدار بزرگه. دور لنزها یه رینگی وجود داره که توی همه لنزاش هم هست، شبیه این آیفونای فیک شده که من خودم نیستمش. یه سری ها میگفتن سنسور لایدار قرار حذف بشه که حذف نشده. یه دونه فلش بزرگ. از نظر ضخامت هم کنار هم دیگه اینجوری ببینیدشون، بذار اینجوری بذارمشون کنار هم دیگه، ضخامتش یه مقدار خیلی کمی بزرگتر شده. بیرون زدگی های دوربین یه مقدار خیلی کمی بیشتر شده، یه مقدار خیلی کم. ببین واسه بیرون زدگی چجوری میتونم اینا رو بذارم کنار هم که بیرون زدگیاشون یه جا باشه. آها اینجوری، ببین نمیشه، سخته آقا. بریم واسه اکتیو کردنش، یه پروسه چند دقیقه‌ای رو به من وقت بدید، دوباره برمیگردیم. توی
فعالیت اکتیو کردن به یه چیزی برخوردیم، اونم اینه که موقعی که اپل آیدی قبلی تو روش میزنی با یه گرافیک و انیمیشن باحالی میاد تمام دیتاهایی که روی اون اپل آیدی ست داری و میاره توی گوشی جدیدت. اینو من تا حالا ندیده بودم، سدی هم ندیده بود. میریم که دیگه بازش کنیم دیگه، بریم ببینیم که چی به چی و کی به کیه. چند تا نکته بهتون بگم. سبوکیش موقعی که تا حالا آیفون دستتون نباشه یا اگر از آیفون 14 پرو مکس استفاده میکردید، حالا بیاید رو این خودشو نشون میده، ولی وقتی میذاری کنار هم دیگه انقدی خودشو نشون نمیده. 20 گرم اختلاف داره ولی اونقدر محسوس و خفن و قابل چیز نیست. این از این. ای اگه این بیاد بالا یا چند تا نکته دیگه هم بگم و سرتاشو هم بیاریم. A few moments later. تمام. Done. Oh, action button. بیا اینجا اکشن باتن هم براتون چیز کنم. این الان کاستومایز میکنم. این یه همچین داستانی داره. یه دونه حالت سایلنت مود داره. میتونید بیاریدش روی فوکس. میتونید بیارید رو کامرا، چراغ قوه، وویس ممو و چیزه این ذره‌بین که بازم داره. میتونید شورتکاتاتون رو بیارید اینجا، اینا رو که بعدم باید بزنید. نو اکشن هم که داره، ما همچنان میذاریمش رو سایلنت و دیگه بره واسه یه آیفون 15 پرو مکس. ستینگش رو باز کنم، نکته ها رو دونه دونه بهتون بگم. حاشیه ها رو نگاه بکنید که چه حاشیه های کمی داره به نسبت آیفون 14 پرو مکس. واقعا حاشیه هاش جذاب تر شده. یه ایردراپ هم که اینجا داره میزنه و کانکت شدن، این دوتا رو گذاشتم بغل هم دیگه. این از این. لنزای پریسکوپیشون رو میخوام بهتون نشون بدم. اگر توی تصویر دیده بشه، لنزای پریسکوپی واقعا توی آیفون 15 پرو مکس خیلی بزرگتر شده. این یه دونه لنز رو واقعا بزرگتر شده. نور میندازم داخلش که ببینید کامل. و وقتی آیفون 14 پرو مکس رو که نسخه قبلیه میبینیم، چون 5X نداره و دیگه خبری از اون تلفوتو عجیب و غریب و خفن نیست، یه فوکس بکشه، انقدی بزرگ نیست. این لنز تفاوت داشته. این کامل از پشت که کنار هم دیگه لبه لبه ببینید دیگه، همین دیگه، کار در اومده است. ویدیو بررسیش هم به زودی میاد. واقعا طراحیش خفنه. اگه بخوام به عنوان فرست ایمپرشن بگم، بذار یه دوربینم باز بکنیم. دوربینم که باز بکنیم، یه دونه سلفیش که فرقی نکرده. سلفی ها رو میذارم کنار هم دیگه عوضش. یه دونه سلفی هم اینجا، هیچ فرقی نکرده، فرق چندانی سلفی ها با هم دیگه ندارن. ولی شما وقتی میای تو بازی دوربین اصلی، من اینو میذارم اینجا برات کنار، وقتی میای تو بازی دوربین اصلی یه دونه 5X الان داریم که دیگه به صورت اپتیکاله و آفیشیالی 5X اضافه شده. اینجا دارید میبینید که یه دونه عکس 5X هم باهاش. طراحیش و صفحه نمایشش. تمام. منتظر ویدیو بررسی این لعنتی وروجک باشید. ویدیو رو لایک کنید. دم اپل یونیک گرم که پروازی اومد آیفون رو سریع به دست ما رسوند. پیج قبلیشون پریده، برید روی اپل یونیک 2010 و محصولات آیفون رو با قیمت مناسب و خدمات خوب میتونید ازشون بخرید. دمتون گرم که تا این آخر با ما بودین. به هم بگید که نظرتون چیه راجع بهش. منتظر ویدیو بررسیش هم باشید. خیلی زود ویدیو بررسیش، مقایسه دوربینش دیگه، مقایسه های مختلف با پرچمدارای دیگه. خلاصه که یه هفته ای میخوام باش سوراختون کنم. لایک و کامنت و فالو و سابسکرایبتون نره که باعث دلگرمیه، چون من هر چی دارم از حمایت تک تک شماست. مرسی از همراهیتون. خیلی تر بهش رفتش. ای وای. الو جانم، آقای تیم کوک جان، بفهم در خدمتم. بله، چی شده؟ اولین نفر بودیم به زبان فارسی آنبایسی شد؟ بابا نوکرتم، به خودم میخوامه. چی؟ سال دیگه دعوت میکن؟ نوکرتم داداش، عشق منی، میبینمت سال دیگه ایشالله. الی بود؟ نه، کالیفرنیا. برو شب بخیر، خداحافظ. کوچولو رو ببوس. الان چند آمریکا؟ ساعت شب خواب بودی؟ نوکرتم، عشق منی، خداحافظ. کات آقا، کات نمیزنی دیگه کاتو؟ بزن.